خب در مورد هاردور سویچ ها و روترها صحبت کنیم که اینا با همدیگه میتونن اختلافات داشته باشن، ولی در کل مفاهیمی که میخوام بگم مشترکه. اولین قسمت میخوام بریم رم رو میخوام ببینیم. این رم یه حافظه ایه، یه مموریه که اون دایرکتوری و اون تنظیماتی که الان داره روی دستگاه من اجرا میشه، انجام میشه، داخل اینجا قرار میگیره. من میتونم با دستور شورانین کانفیگ محتویاتش رو ببینم، محتویات این تنظیمات رو میتونم ببینم. این تنظیمات زمانی که دستگاه من ریبوت میشه از بین میره، به عبارت میگه فلش میشه. یعنی حواستون باشه، پس من تنظیماتی که دارم انجام میدم تا زمانی که سیوش نکرده باشم اگه دستگاهم رو ریبوت بکنم برمیگره به حالت اول. تنظیم بعد اون هاردور بعدی میخوایم ببینیم رامه. رام یه حافظه ایه که اون چیزی که درش قرار داره یه دونه او اس کوچیکه که بهش بوتستراپ یا آریکس بوت هم بهش میگن. به چه درد میخوره جلوتر در موردش صحبت میکنیم که مراحل بوت شدنه که با هم میبینیم، میبینیم چه وظیفه‌ای داره، اینو با هم دیگه نگاه میکنیم. زمانی که دستگاه من داره میاد بالا، این اول لود میشه، میره آی او اس، اون سیستم عاملی که قراره کل کارهای من تو سویچ رو انجام بده رو میره لود میکنه میاره. فلش داخل دیوایس من یه چیزی مثل هارد در موردش فکر کنید. اون آی او اس سیستم عامل من اینجا ذخیره شده. زمانی که دستگاه من بوت میشه آی او اس از داخل فلش دیکامپرس میشه، میاد توی رم قرار میگیره که ازش استفاده کنه. یه چیز دیگه داریم به اسم انوی رم یا نان والتایل رم. این جریانش چیه؟ این یک مموری و حافظه ایه که زمانی که دستگاه من ریبوت میشه این از بین نمیره. اون کانفیگوریشنی که من سیو میکنم داخل انوی رم من قرار میگیره. با دستور شو استارتاپ کانفیگ میتونم کانفیگوریشنم رو ببینم. اینترفیس های من هم که مشخصن، مثلا معمولا اینترفیس های من توی سویچ ها یکسان هم، مثلا 24 تا 48 تا اینترفیس فست اینترنت به فرض داره، ولی تو روتر میتونه اینا متغیر باشن بر اساس اون بستر و شبکه‌ای که من میخوام روتینگم رو توش انجام بدم، میتونه اینترفیس های من متفاوت باشه. ببینیم زمانی که یه دیوایس بوت میشه چه اتفاقی میفته. ابتدا دیوایس یه مرحله پست داره، پاور آن سلف تست انجام میده. اگه دقت هم کنید دیوایس که روشن میکنید همه چراغاش روشن میشه، دوباره خاموش میشه، یه تست سخت افزاری رو خودش انجام میده. زمانی که از این مرحله عبور کرد، یعنی به خوبی این مرحله رد شد، مرحله آریکس بود چه اتفاقی میفته؟ اون مینی او اس که بهتون گفتم داخل رام بود، اون مینی او اس میاد بالا. اون مینی او اس چیکار میکنه؟ میره سراغ فلش. داخل فلش چی بود؟ آی او اس بود. این آی او اس رو ور میداره میاره میذاره توی رم. بعد میره سراغ انوی رم، اون فایل کانفیگوریشن من رو ور میداره میاره میذاره توی رم. خب با این دید من میتونم بگم که فرض کنید همچین شمای من یه جایی به اسم رم دارم، یه جایی به اسم انوی رم دارم، یه جایی به اسم فلش دارم. تی اف تی پی جریانش چیه؟ میدونیم که تی اف تی پی پروتکل انتقال فایل خیلی ساده است. عموماً تو کار با روترها و سویچ و دیوایس ها میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه تی اف تی پی سرور رام میندازیم. خیلی هم ساده است. اپلیکیشن های ساده و کوچیکی داره مثل کیو تی اف تی پی و بقیه اپلیکیشن ها، که این اپلیکیشن ها به محصی که شما ران میکنید دستگاه روی آی پی خودش روی پورت تی اف تی پی شروع میکنه گوش دادن. پس فرض میکنیم که من یه دیوایسی دارم، یه تی اف تی پی هم داخل شبکه هم قرار دادم. حالا میخوایم ببینیم که استپ اول، من زمانی که دارم کپی میکنم رانینگ کانفیگم رو، رانینگ کانفیگم کجاست؟ توی رمه. زمانی که دارم کپی میکنم رانینگ کانفیگم رو داخل انوی رم یا به عبارتی استارتاپ کانفیگ، دارم در واقع سیو انجام میدم.
پس من میتونم با دستور کپی رانینگ کانفیگ تو استارتاپ کانفیگ کانفیگوریشن دیوایسم رو سیو بکنم. این دستور اگه سخت تایپ کردنش با دستور رایت مموری هم میتونیم سیو بکنیم، همین کار رو انجام میده و جلوتر میبینیم که ما حتی با دبلیو آر خالی هم این میتونه مخفف رایت مموری برامون این کار رو انجام بده. حالت بعدی قسمت دو، من دارم کپی میکنم رانینگ کانفیگم رو توی TFTP با این دستور. وقتی این کار میکنم از من IP میخواد، IP TFTP سرورم رو میخواد و در انتها چی میخواد؟ فایل نیم، اون اسم فایلی که دارم منتقلش میکنم رو میخواد. با این کار در واقع دارم از کانفیگوریشن فعلیم یه بکاپ روی TFTPم ذخیره میکنم. حالت سه، حالتیه که من میخوام چیکار کنم؟ کپی کنم TFTP رو روی استارتاپ کانفیگم، روی انویرمم، که دوباره دستگاه از من IP TFTP و فایل نیم رو میخواد. و چه اتفاقی میفته؟ داریم در واقع اون کانفیگوریشنی که ذخیره کردیم رو توش ریستور میکنیم. من دقیقا اگه بخوام از کانفیگوریشن سیف شده خودم که تو انویرم هست بکاپی تهیه بکنم با دستور کپی استارتاپ کانفیگ، توی TFTP میتونم این کار رو انجام بدم که مجدد این سوال ها رو از من میپرسه. تو حالت پنج، حالتی که من میگم کپی کن فلش رو توی TFTP، تو فلش چی بود؟ iOS. یعنی من دارم از iOS سیستمم بکاپ میگیرم با این کار و مسلماً اگه بخوام ریستور کنم TFTP، ریستور کنم iOSم رو، میتونم با دستور کپی کن TFTP تو فلش این کار رو انجام بدم. برای اینکه این قضیه رو ببینیم میایم چی کار میکنیم؟ میایم به این سویچی که داریم میتونیم چند تا دیوایس پس بکنیم، چون در واقع اون کامپیوتری که من بس کردم با کابل کنسول بس کردم، کابل نیست که من دیتا ترانسفر بخوام روش داشته باشم. چند تا کامپیوتر و میتونم یه دونه سرور اینجا بذارم. بعد میام توی کانکشن هام میبینیم کابل استریت دارم و کابل کراس دارم و یادمونه که من کامپیوترها و هاستام رو به سویچم با کابل استریت وصل می‌کردم. روی سرورم کلیک می‌کنم، از پورت فست اینترنتش وصل می‌کنم به مثلا فست اینترنت 1 سویچم، از PC هام هم همینطور. صبر میکنیم که پورتاش سبز بشه، 30 ثانیه طول میکشه که بعدن دلیلش رو با هم دیگه میبینیم تو بخش STP. تا این داره این سبز، تا بقیه هم سبز شه میایم روی سرورمون. توی دسکتاپ من میتونم IP کانفیگوریشن براش داشته باشم. فرض کنید این شبکه رو میگم 192.168.0.1 باشه شبکه این سرورم. این کامپیوترم رو بهش میگم 192.168.0.2 باشه و این یکی کامپیوتر رو بهش میگم 192.168.0.3 باشه. خب من میتونم ارتباط های شبکه‌مو تست بگیرم. یعنی میام روی این کامپیوتر، من کامند پرامپت دارم، از کامند پرامپت این پینگ میکنم 192.168.0.1 رو. میبینیم ارتباط من تو محیط مجازی برقراره. خب برمیگم روی این کامپیوتر داشتیم باش سویچمون رو کانفیگ میکردیم، یوزرنیممون چی بود؟ علی، پسورد شریعتی، وارد این محیط میشه. خب توی محیط enable mode هستم. من میام چیکار میکنم؟ میگم با دستوره اول اون چیزی که با هم دیدیم ببینیم، من میگم show running config. یعنی الان میبینم من هاست نیمم علیه، درسته؟ و یوزرنیم و پسورد و سایر مواردم اینجا هست. الان میزنم show
استارتاپ کانفیگ میخوام، محتویات انویرم هم یا اون کانفیگوریشن سیو شده هم رو ببینم. استارتاپ کانفیگ is not present، چون من هنوز سیو نکردم. دیدیم با دستور کپی رانینگ کانفیگ تو استارتاپ کانفیگ میتونم این کارو بکنم. میگه دستینیشن فایل همیت همون استارتاپ کانفیگ باشه. آره، چرا؟ چون که ما قراره بعدن اون مینی اوسه بره استارتاپ کانفیگ منو بخونه، پس من اسمشو عوض نمی کنم. بیلدینگ کانفیگوریشن اوکی. الان که بزنم شو استارتاپ کانفیگ، میبینیم استارتاپ کانفیگ من مقدار داره. حالا مثلا دقت کنین اینجا رو، من میام میگم کانفتی، میگم هاست نیم باشه شریعتی. هاست نیم رو عوض کردم، میگم شو رانینگ کانفیگ. رانینگ کانفیگ من هاست نیم شریعتیه، ولی اگه بزنم شو استارتاپ کانفیگ، استارتاپ کانفیگ من هاست نیمش علی. پس اینه که من الان دیوایسم رو ریبوت بکنم با هاست نیم علی میاد بالا. این نکته مهمیه، پس حواستون باشه که حتما دیوایستون رو اگه میخواین کانفیگوریشنش نگه دارین حتما باید سیو بکنین. چجوری میتونم سیو بکنم؟ گفتیم کپی استارتاپ کانفیگ تو رانینگ کانفیگ یا رایت مموری، یا حتی من دبلیو آر خالی هم بزنم همین کارو برای من انجام میده. خب الان کاری که میخوام بکنم، میخوام اون استارتاپ کانفیگ فلش یا هر چیز دیگر میخوام داخل یه TFTP کپی کنم. اینجا که نگاه میکنم توی قسمت کانفیگوریشن من تنظیمات TFTP دارم، یعنی داخل خودش چیزایی رو الان داره، TFTPش هم آنه. پس این الان داره رو پورت TFTP گوش میده. فقط دقت کنید تو بحث سویچینگ و روتینگ، زمانی که دست این سویچ من داره یه چیزی رو ارسال میکنه برای یه سروری، اونا پکت های آی پی هن دیگه، پکت های آی پی دستینیشن آی پیش مشخص. یعنی بخوام از بالا تر بیام میگم که توی لایه اپلیکیشنش TFTPه، توی لایه نتورک که بیام دستینیشن آی پی من 192.168.0.1، ولی سورس آی پیش چیه؟ یعنی درسته که سویچ من برای ارتباطای بین این دو تا که پین کردیم احتیاج به آی پی نداره، ولی وقتی خودش میخواد در نقش یک دونه کلاینت عمل بکنه، خودش میخواد در نقش کامپیوتری میخواد عمل بکنه، میخواد یه سری فایل رو ارسال بکنه، این دیگه هم برای خودش آدرس میخواد. ما بعدا میبینیم که احتیاج به یه آدرسی هم داریم که پس برای اینا بخوام بهش تلنت بزنن. به عبارتی میگم سویچ های لایه 2 برای کاراشون احتیاج به آدرس آی پی ندارن، ولی برای مدیریتشون احتیاج به یه دونه آدرس آی پی برای خودشون دارن که من به همون آدرس بس بشم کانفیگش کنم، از طریق اون آدرس روی TFTP کپی بکنم. تا زمانی که بحثای ویلنینگ رو یاد نگرفتیم، این رو از من همینطوری قبول بکنید به صورت حفظی. من اون یه آی پی رو به این طریق میتونم بهش بدم. من میتونم یه اینترفیس مجازی بسازم، یه اینترفیس لایسه مجازی بسازم به اسم اینترفیس ویلن 1. این رو فعلا از من بدون توضیح قبول بکنید. اینترفیس ویلن 1 رو که میسازم، این یه اینترفیس لایه 3 و من داخل اینترفیسم. اینترفیس های لایه 3 همونطور که گفتیم که ترانسپرنسی توی روتینگ وجود نداره، بای دیفالت شاتدانن. پس من اگه با دستور شاتدان یه اینترفیس رو شاتدان میکنم، با چه دستوری میتونم از حالات شاددان درش بیارم؟ گفتیم همه دستور رو یه نو اولش میذاریم، با دستور نو شاددان این اینترفیس رو از حالات شاددان در میارم و به من لاگ میده که آب شد. حالا میخوام بهش آی پی بدم، میگم آی پی فاصله ادرس، مثلا تو باش 192.168. اگه من برگردم علامت سوال بگیرم، میبینید که میگه که الان شما باید یه آی پی ادرس بهش بدیم. پس بهش میگم 192.168 مثلا 0.10 باش. یه علامت سوال دیگه میگیرم، میگه الان باید بهش سابنت ماسک بگی. سابنت ماسکش هم باشه 255.255.255.0. خب الان دیوایس من آدرس آی پی داره. یه دستور کاربردی هم که ما خیلی ازش استفاده میکنیم توی اینیبل مود، من میتونم وضعیت اینترفیس هم رو ببینم. این دستوره که باز هم شما فعلا به صورت حفظی خود دستور رو از من قبول بکنید، در مورد توضیحش بعدا در موردش حرف میزنیم. با دستور شو آی پی اینترفیس بریف
من اگه این دستور رو تایپ بکنم به من یه وضعیتی از شرایط حاضر میده، یعنی میگه که الان مثلا فصل اینترنت 01 و 02 و 03 اینا اونایی که به دو تا کامپیوتر یه سرور هستن آپند، آی پی ادرس هم ندارن، نمیتونن هم داشته باشن، اینترفیس های دو هن. 010 خودم رفتم با دستور شاددان دانش کردم و یه دونه اینترفیس مجازی ویلن 1 دارم، 192.168.0.10 آی پیشه و آپه. خب الان کاری که میخوام بکنم، میگم کپی کن استارتاپ کانفیگ تو توی تی اف تی پی، اینتر میزنم. ازم میخواد میپرسه که آدرس تی اف تی پی چیه، میگم 192.168.0.1. میگه دستینیشن فایل نیم تو من میخوام به اسم شریعتی داش کانفیگ ذخیره بکنم. من اگه اینتر بزنم همون دیفالتی که این تو هست رو قبول میکنه، اینتر میزنم، رایت کرد و زد اوکی. من میتونم برگردم اینجا این قضیه رو تست بده، بعد بیام توی تی اف تی پی سرورم، تو قسمت تی اف تی پی نگاه بکنم ببینم اون فایل اینجا هست یا نه. میبینیم که شریعتی داش کانفیگ اومده این سمت. به همین ترتیب من میتونم از آی او اس هم که داخل فلشه با کپی فلش تو تی اف تی پی بکاپ بگیرم، یا میتونم اینا رو برگردونم کپی تی اف تی پی توی فلش که دوباره اسم اینا رو از من میخواد و برش میگردونه سر حالتی که هست.